بیننده های عزیز، امیدوار هستم آهنگ مورد پسند شما واقع شده باشه. او که بیخوان پیمانه آورید، ما در فکری بودم که آقای قادری را کسی بیاره که ما از بار گرانگ ولای شانه ماست احساس سبکی کنیم، که خوشبختانه اونا تشریف آوردن. آقای قادری خوب شد که آمدین. شما و شنونده و برنامه شما تشکر آقای ما نظر با ما امری کردین، ما آمدم اینجا. خدا کنه که حد اقل تانسته باشم شنونده ها رو مصروف کنم. تشکر بسیار زیاد. من هم سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان، امید که همه شما جور و صحت باشین. از آقای هاشمی هم تشکر میکنم که تا لحظه که ما دیرتر به استودیو رسیدیم تشکر برای اینکه بیننده علاقمند روی موی خوی شما هستند، برای اینکه با اونا شما برخورد بسیار نجیبانه و خوبی میکنید با بیننده. تشکر دیگه. خوب شد تشریف آوردیم. تشکر دیگه. خب ما که وقتی پشت کامرا قرار میگیریم، همین وظیفه ما هست که همراهی هموطنان عزیز ما همیشه خوشخویی باشیم و اونا وقتی زنگ میزنن و با ایشان همراهشان صحبت میکنیم خوشخویی تر میشیم. بسیار عالی. شما ای از رویه و نیکوی شماست، ولی ما قصه کنم براتون وقتون خودم میگم سر میکنم باز میرم از پیش شما. ما از می گرنانده یک خاطره دارم قصه کنم براتون. یکی از خوانندهای بسیار معروف و محبوب کشور ما که ما حتما شما سخت علاقمند به آوازش هستین، به شخصیتش فراوان علاقه داشتم. یکی از دوستای ما گفت که تو مصاحبهش نشنیدی به تلویزیون که در لس آنجلس نشنیدی؟ می گفتم نه، ولی ما نه ساتلایت دارم و نه کیبل دارم که بشنم. گفت که خیلی نشنیدیم، من برای تمور توفگویا روان میکنم، اونا از نیویورک برام روان کنم. ایره که دیدم شروعشم دیدم ناراحت شدم، دمابینشم ناراحت شدم، انجامشم ناراحت شدم، به خاطر از این که همینطوری که خدمت شما عرض کردم که شما با پیشانی وازی با نیکویی با بیننده های عزیز و هموطنهای ما برخورد میکنه. اونجا مردم تلفن میکرد که میخواست که برای اینکه نفر آدم مشهور و معروف در روی پرده تلویزیون دیدن، میخوان که از این گپ بشنوند، سخن بشنوند. این آدم هم فضل داره، هم هنر داره، هم دانش داره، همه چیز آهنگا و خواندناش خود آدم هر لحظه در کست و سی دی و دی وی دی و هر جای میتونه بشنوند، مهیاست. اما خودش نامهیا، یعنی کم ظاهر شده برابر بیننده ها. به این خاطر وقتی که شنونده میگفت که خب با ادب میگفت که احترام شما و احترام هنرمند معروف سلام عرض میکنم، فوری سرش به هتکه که بگو گپت بگو خواندنت بگو، حتی سر یک نفر کرد تا صدا از گلونش نبرا بود، صدا را قید کرد که هنرمند صدا کرد، گفت میمونی یک چیزی میگفت و میخواست یک گپ بزن دیگه. ما بسیار ناراحت شدیم که با خواننده و با بیچارهایی که دیگه مسافرت مهاجرت دیگه کم وقتی یک تلفن میگیرن زنگ میزنن با بدخویی آدم فکر نکنم که این ارتباط با خواننده و شنونده باشه. خب تشکر، امید است که با باز خاطر گفتم که شما با پیشانی وازی با خوشخویی با بیننده برخورد میکنیم. لطف شماست. این یک وظیفه است که انتخاب کردیم و وقتی که آدم به وظیفه خود میره باید از حسن نظر و حد توانی که مو وظیفه ایجاب میکنه وظیفه خود انجام بده. دیگه اگر ما کدام مشکل یا عصب خرابی داریم، او رو باید اون موضوعات شخصی ما رو باید در منزل در جای کار خود نبریم. نه، حالا شما شخصتان خوب است که میگن که هر میوی را هر چیز را که تو بشپیلی امو جوسی که داره امو شربتی که داره میبرایه، اگر در بیرون هم باشه اگر در درون هم باشه میبرایه، اگر انسان اگر نباشه وانا لیمو ترشی میته مالتاوی یا شیرینی میتن. تشکر بسیار زیاد. خب بازم تشکر میکنم از شما. شما معمولا در قسمت اشعاری که برای برنامه ما آماده میکنین و همیشه لطف کردین. تشکر. خدا کنه بیننده خوشحال که امروز در استودیو حسین از شما هم خواهش میکنیم که اگر کدام توفیه برای هموطنا داشته باشین، چون یکی از دوستا دیروز یک نامه فرستاده بود که از من خواهش کرده بود که بعضی وقت بعضی اشعاری از مولانا و از شعرهای معاصر و از شعرهای کشور ما را گاهگاهی بخوانند. دیگه من از شما تشکر میکنم که امیل لطف همیشه میکنین. امروز هم اگر کدام توفیه در امرتان حالا چون ماه رمضان است یک افطاری آوردیم. خب بسیار خوب.
وی نه از مولاناست و نه شیر عارفانه است و نه عاشقانه. یک شیر بسیار خوب است از شاعر معاصر ما که زنده و حیات است شکر در سنجاقو زندگی میکنند آقای فانی. مرا بسیار خوشم آمد. این شیر خواستم که با شما و با شنونده یک جای بشنویم. خدا کنه که مورد پسند شنونده قرار بگیره، چون سر خوبی و روش انسان گپ زنیم، سر انسان گپ زنیم. این شعر هم خوشبختانه ارتباط میگیره با انسان، چون امروز هم روز آهنگای فرمایشی و شعر و موسیقی است. هم جزء نه، خب شعر هم جزء همین موسیقی هست. اگر شعر نباشه خب موسیقی دیگه تناقض کیف نداره. ولی یکیش خوار برادر است. ما دیگه این خدمت شنونده میخونم، میرم وقت آهنگا رو نمیگیرم. این شعر رازق فانی عنوانش است بوزینه و داروین. شما میفهمید که داروین یک نظریه داشت که میگفت که انسان از نسل شادی است. به می ارتباطی رو میخوانم. میگه داروین چون رخت زین عالم کشید، روح او را حضرت آدم بدید. گفت ای فرزند بی عقل و ادب، بی خبر از ریشه اصل و نسب. گرچه از دانش خدایت بهره داد، چون بنی آدم برایت چهره داد. از حریم آدمی بیرون شدی، از جهالت وارث میمون شدی. دفتر پیشینیان برهم زدی، تیشه بر پای بنی آدم زدی. بذر هستی را چه خالق برفشان، آدمی را اشرف مخلوق خان. نور حق را آدمی آینه بود، از چه گفتی اصل او بوزی نبود؟ ادعایت راست ناید با خرد، آن چه گفتی کودکان را می سازد. این سخنها را چو از آدم شنید، چون سپند داروین از جا جهید. گفت بشنو تا بگویم شرح حال، گرچه اینجا نیست جای این مقال. سالها از خلقت آدم سخن، گفته آمد از زبان مرد و زن. فیلسوفان کم در این صحرا شدن، عاقلان دیوانه زین سودا شدن. کس نشد واقف که این موجود کیست، از وجودش مقصد معبود چیست. آن یکی گفتا که از یک مشت خاک، آدمی را ساخته یزدان پاک. وان دیگر گفتا که آغاز حیات آب باشد، بحر حیوان و نبات. آدمی هم زاده آب است و بس، قصه های دیگران خواب است و بس. هیچ کس این راز را افشا نکرد، هیچ ناخن این گره را وا نکرد. چشم من همچون حقیقت را ندید، گفتم از بوزینه شد آدم پدید. چون که در شکل و شمایل با بشر، یافتم بوزینه را نزدیکتر. میلت ما گفتم مان مشت خام در تأیید من، زد گروه گام در تردید من. مرغ جان چون رفت از شاخ تنم، این عجب بنگر که بعد از مرتنم. تربتم را آن یکی بوزینه یافت، خاک را با سنگ و با ناخن شگافت. قبر من بکشود و با من راز گفت، آنچه را نشنیده بودم باز گفت. بوزینه سر قبرش آمد، حال قبرش میکنه، او را خود سخنهایی که آدم بود برش گفت، حال بوزینه چی میکنه با داروین. داد دشنام بنام آدمی، گفت ای فرزند خامی آدمی. در حق بوزینه بهتان کرده ای، نسبتش با نسل انسان کرده ای. فتنه گستر آدمی زاده کجا، بی‌ضرر بوزینه ساده کجا. ما به جهل خیشتن شادیم شاد، دانش آدم ز جنگل دور باد. قوم ما گر دانش آموزی نکرد، هیچ بوزینه کتب سوزی نکرد. مأمن از دست بوزینه نسوخت، خرمن بوزینه از کینه نسوخت. تیرباران هم نژاد خود نکرد، شهر ویران از فساد خود نکرد. بر کسی بوزینه هرگز بم نریخت، آتش بر خیش و بر عالم نریخت. لیک صدها بار زین جنس دوپا، فتنه ها گردید در عالم بپا. بارها دیدیم که از دست بشر، گشته عالم غرق در سیلاب شر. خاکیان دانن
این موجود زشت با چه رسوایی با چه رسوایی بیرون شد از بهشت. در زمین تا پای شوم او رسید، پا به هر جا مان آفت شد پدید. با خود و با غیر آدم دشمن است، بر شرار جهل عقلش روغن است. نقش پای رفتگان او گم است، این بلا شاید ز نسل گژدم است. می گزد هم خویش و هم بیگانه را، دست باید بست این دیوانه را. بس که آن بوزینه بر من طعنه زد، از خجالت آب گشتم در لحد. بس که زد سنگ ملامت بر سرم، فکر کردم شد قیامت بر سرم. چون ز من هرگز جوابی بر نخواست، از سکوتم قهر بوزینه نکاست. در کنار قبر من شاشید و رفت، مشت خاک بر سرم پاشید و رفت. تشکر از اولیه شما شنوندای عزیز. از شما تشکر و خیلی بسیار مقبول و پرمعنا و خدا کنه که شنونده را خوش آن آماده باشه. خب چیزایی هست که واقعا از دست انسان ها ببین که حتی گزینه میگه کنه. بله حتی گزینه از دست با بعضا شکایت میکنه. خب امید است که هم یک پند و نصیحتی باشه برای کسایی که در جهان امروز زندگی میکنن و چگونه اما بخش انسانیت خود تبارز بکنه. اما بگن که فرعون و موسی در وجود خود انسان است. بله. انال مربوط ماست که با فرعونیت ما حرکت کنیم و با موسیت. درست. بله. واقعا. خب بازم یک جان تشکر. اگه